سردار علی فضلی جانشین معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دو سال گذشته در مراسم معارفه فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین گفته بود آنچه مورد انتظار نایب امام زمان علی خامنه ایست پاسدار در تراز انقلاب اسلامی است و تکلیف ما آماده کردن پاسداری است که برای جهاد در راه خدا مشق شهادت کند. در همین مراسم حسین سلامی سردار سپاه پاسداران نیز گفته بود اینجا را می توان قطعه ای از یک سرزمین آسمانی دانست که در آن جز تعلیم جهاد و احکام خداوند و روش شمشیر زدن در راه خدا چیز دیگری وجود ندارد. در سالهای جنگ سوریه و عراق ده ها هزار نفر از نیروهای وابسته به سپاه پاسداران از جمله نیروهای افغان و پاکستانی عضو فاطمیون و زینبیون در سوریه کشته شدند، اما تعداد پاسداران فارغ التحصیل دانشگاه امام حسین که در مأموریت‌های برونمرزی کشته شدند برخلاف ادعای فضلی با آنچه در مورد مأموریت این دانشگاه میگوید منطبق نیست. در تیر ماه سال 98 به گفته جانشین دانشگاه امام حسین 6 نفر از فارغ التحصیلان این دانشگاه که به عنوان مستشار به سوریه اعزام شده بودند کشته شدند و اجساد شماری از آنها در همان دانشگاه دفن شده است. اما شمار زیادی از نیروهای سپاه قدس که به سوریه اعزام شدند یا سواد خواندن و نوشتن نداشتند یا حتی دوران ابتدایی را هم به طور کامل طی نکرده بودند. شمار زیادی از آنها خلافکارانی با حبس‌های طولانی و اعدامی‌هایی بودند که در زندان شستشوی مغزی شدند و یا شاید اعزام به سوریه را راه فراری یافتند. دانشگاه امام حسین عهده‌دار آموزش‌های استشهادی سپاه نیست. کارگاه تولیدی نیروهای استشهادی اردوگاه‌هایی هستند که در گوشه و کنار شهرها برپاست و داوطلبان اعزام به سوریه بین 3 تا 4 ماه در آن آموزش مقدماتی می‌بینند و به مأموریت سخت و عمدتاً بی‌بازگشت اعزام می‌شوند. در واقع پرورش نیروهای خط‌شکن که گوشه دم توپ هستند در اردوگاه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد و اغلب غیر ایرانی‌ها به ویژه افغان‌ها هستند. پیشتر یکی از سرداران سپاه پاسداران به تسنیم گفته بود فاطمیون پیشقراول نبرد سوریه بودند، در حالی که دانشگاه امام حسین فقط از بین ایرانی‌ها دانشجو می‌گیرد و بعد استخدام رسمی سپاه پاسداران می‌شوند. شبه نظامیان اما که مأموریت‌های خطرناک اغلب به آنها واگذار می‌شود، نه آموزش کافی می‌بینند و نه سواد درست حسابی دارند. این مردان جوان غیر ایرانی از بین فقیرترین افراد به سپاه پاسداران می‌پیوندند. سردار سعید سیاح طاهری که دی ماه 1394 در حلب حوالی خانتومان به هلاکت رسید، یکی از مسئولان ارشد سپاه پاسداران برای شستشوی مغزی زندانیان خطرناک و عضوگیری از میان آنها برای اعزام به سوریه بود. او مجرمان و اعدامی‌ها را آموزش عقیدتی می‌داد. اغلب کلاس‌ها در زندان برگزار می‌شد، اما در این گونه موارد بسیاری از زندانیان به سرداران سپاه و افراد وابسته به آنها اعتماد نداشتند. به همین منظور سعید سیاح طاهری تصمیم می‌گیرد برای شستشوی مغزی زندانیان از افراد هنرمند به خصوص بازیگران به عنوان واسطه استفاده کند. افرادی که در آن زمان دارای محبوبیت بودند و زندانیان حرفهای آنها را باور داشتند. پرویز پرستویی از همین افراد واسطه بود که نقش پررنگی در قانع کردن زندانیان برای جنگ در سوریه داشت. او معمولاً با زندانیانی که حبس ابد یا طولانی داشتند صحبت می‌کرد و وعده تخفیف مجازات به آنها می‌داد. افرادی که به پرویز پرستویی اعتماد داشتند بعد از پذیرفتن جنگ در سوریه آموزش نظامی می‌دیدند تا راهی این سفر بی‌بازگشت شوند. چقدر مسئولین قاطی همدیگر، چه وضعی اینجا، کجاست واقعا زندان؟ رفیقان دور هم جمع شدن، رئیس زندان، رئیس دادگستری، مددجو، همه با همدیگه دارن زندگی میکنن و همه سفره میندازن، همه کمک میکنن. بذاریم که این سفره رو پهن‌ترش بکنیم بیرون از اینجا. تعدادی از آنهایی که سیاح طاهری با کمک پرویز پرستویی شستشوی مغزی میداد در جریان اعتراضات سال 88 بازداشت شده و اتهام امنیتی داشتند. بخش دیگری از نیروهای استشهادی سپاه پاسداران از بین جوانانی تعمیم می شود که زمینه های فکری برای شهادت دارند. محسن حججی یکی از آنها بود که در عشق به شهادت دچار جنون و شیفتگی بود و همسرش این را می دانست و حتی با وجود یک کودک او را تشویق می کرد برود کشته شود تا به آرزوی شیندارش برسد. آرزوی داری بلند به آرزوی خیلی خوب، آرزوی خیلی 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 خوبی کردم واسه خودم، انشاءالله که چه آرزوی؟ برآورده به خیر بشه. چه آرزوی؟ دیگه یکمش بگو. یکی دیگه نیمیشون شه داره، شه بعدش
شهادت. محسن حجاجی در مرداد 1396 به همراه شمار دیگری از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل استقرار اشتباه در مرز سوریه و عراق توسط نیروهای داعش محاصره و نهایتاً همه آنها کشته شدند. دی ماه 1397 همسر او دوباره ازدواج کرد. حجاجی در سال 1393 به عضویت سپاه پاسداران درآمد. او پیش از آن در یک کتاب فروشی به طور پاره وقت کار میکرد، اما بدون هیچ سابقه ای تنها 2 سال بعد از آنکه عضو سپاه پاسداران شد به عنوان مستشار به سوریه اعزام گشت و روشن بود که مانند هزاران مستشار دیگر چه سرنوشتی در انتظار وی بوده است. بالا بودن شمار قربانیان سپاه در جنگ سوریه و عراق به این دلیل است که اغلب این افراد دوره‌های تخصصی نظامی برای حضور در جنگ فوق‌العاده دشوار سوریه را ندیده بودند و فقط با یک سری آموزش‌های مقدماتی به میدان جنگ اعزام شدند. درست همون چیزی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد، نیروهای همتراز انقلاب و آماده شهادت و یا به عبارت دیگر گوشت دم توپ. بازه است در میدان نبرد تلفات نیروهای آموزش دیده و متخصص کمتر از نیروهایی است که با آموزش پایین و فقط بر اساس اصول اعتقادی و حس شهادت طلبی و هیجانات روحی و همچنین مغزشویی به کشتارگاه اعزام می شوند. جنگ طلبی رژیم جمهوری اسلامی در منطقه نه تنها از نظر مالی هزینه های زیادی داشته است، بلکه افراد زیادی به خاطر کمک های رژیم جمهوری اسلامی به بشار اسد دیکتاتور و همچنین نیروهای حزب الله لبنان جان خود را از دست دادند.